خب عزیزان، همطور که در شروع برنامه گفته شد، موضوع این هفته در مورد تجسم خداونده که ما سه جلسه رو اختصاص دادیم که در مورد این صحبت بکنیم. فکر کردیم شاید در این روزهایی که همه در تکاپو هستن برای جشن گرفتن و کریسمس و یا تبریکات مختلف، بعد نیست در مورد تجسم خداونده هم صحبت کنیم، چون خیلی وقتا حتی ما در تبریک گفتن به همدیگه از این جمله استفاده میکنیم که تجسم خداوند بر شما مبارک. بعد می‌خوایم صحبت کنیم که منظور از تجسم چیه. خب میدونیم خداوند جسم پوشید، ولی بیشتر در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. ما مسیحی‌ها معمولاً یک لغتنامه مخصوص خودمون داریم و واژه‌ها و عبارات مسیحی رو که برگرفته از کتاب مقدس و یا واژه‌هایی رو که خودمون درست کردیم ولی مفهوم کتاب مقدسی رو در برداره رو خیلی استفاده میکنیم و گاهی اوقات وقتی که داریم استفاده میکنیم شاید با این پیش‌فرض داریم استفاده میکنیم که تمام حقایق مربوط به اون رو میدونیم. تجسم خداوند یا تجسم شخص دوم تثلیث پسر خدا هم یکی از اون واژه‌هایی است که خودتون بهش اشاره کردین، خیلی استفاده می‌کنیم، مخصوصا در دوره کریسمس، زمان کریسمس ما همینطور مثل نقل و نبات ازش استفاده می‌کنیم. ولی صحبت اینه که تجسم خداوند یعنی چی. خب حالا اگر از ما مسیحیان بپرسید، ما معمولا وقتی که در مورد تجسم خدا صحبت می‌کنیم اشاره می‌کنیم به اون گزارشات تاریخی که در مورد زندگی عیسی مسیح در 33 سال اندی که روی زمین داشت به اونها نگاه میکنیم، زندگی و مرگ و رستاخیز او. ولی تجسم مسیح خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر هست از آن چیزی که ما فقط توی گزارشات 4 تا انجیل متی، مرقس و لوقا و یوحنا میبینیم. خب من کاری ندارم کسای دیگه از ادیان و مذاهب دیگه و یا جهان‌بینی‌های مختلفی مسئله چطور بررسی میکنن، ولی ایمان مسیح یک توجه و یک بینش بسیار متفاوت به این مسئله داره. اما در کنار تمام حقایقی که در مورد تجسم خدا بهش معترف هستیم و به وضوحی در باب اون سخن میگیم و بیاناتی رو ارائه میدیم به دنیایی که هنوز مسیح رو نمیشناسه، در کنار اون مسیحیان در مورد بسیاری از آموزه های مسیح و در خصوص آموزه تثلیث و تجسم خدا یک حقیقت دیگه رو هم معترف هستن و اون حقیقت این است که این تجسم یا آموزه تجسم یک راز هست. میخوام آغاز برنامه رو اگه اجازه بدین یه آیه رو بخونم از دو تا ترجمه مختلف که یک بینش خیلی جالبی رو تو این قسمت یا حداقل مقدمه خوبی خواهد بود برای بحث و صحبت های ما در این خصوص. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 از ترجمه قدیمی خدمتتون میخونم، میگه بلجما سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال برده شد. توی ترجمه مژده برای عصر جدید بردمون که کشیش منظور خاجی بود، الان خوشحال خشن از این آیه، از این ترجمه دارم میخونم خدمتشون، ولی ترجمه خیلی رسایی هست. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد، در جهان مردمان به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا روبوده شد. این سه جلسه که قراره در این خصوص صحبت بکنیم انقدر میدونم مبحث عمیق هست، ما نمیخوایم خیلی داخلش عمیق بریم، ولی میخوایم یه مقدار فکرها رو برانگیزانیم در این خصوص. باید مواظب باشیم این کلاف دست و پای ما رو نگیره، ولی میخواییم با این پیش‌فرض جلو بریم که این داستان، این آموزه ای هست، در کنار مکاشفهی که دریافت کردیم یک رازی هستش که شاید اون رو در تمامیت و همه ای ابعاد اون نتونیم بفهمیم و درک کنیم. دلیل راز بودن این باعث شده که همطور که شما گفتی خیلی حتی ما رو زیر سوال ببرن. یکی از بزرگتر سوالی که برای بیشتر غیر مسیحی آشکاره که چطور شما میگین اون خداونده، چرا میگین اصلا تجسم خداوند، یا شاید همطور که گفته خیلی وقتا حتی برای ما مسیحی هم این استفاده میکنیم از این، ولی وقتی از ما سوال میشه منظور چیه یه ذره قاطی میکنیم که واقعا این منظورش چی میتونه باشه. حقیقت اینه که صحبتی رو که داریم میکنیم با تمام باورهای محبوب دنیای اطراف ما فرق میکنه. ما در هیچ باوری نداریم که خدا به این شکل، مطور که حالا صحبت خواهیم که در تجسم به صورت انسان در زمین بیاد با ذات الهی و ذات انسانی خودش. این یه صحبت خیلی پیچیده است. تو تمام ادیان یک پیامبری میاد از جانب انسان ها، برگزیده خداست، خدا پیغامش رو به اون میده، اونم پخش میکنه پیغام رو. برای من افرادی که دارن به ایمان مسیحی نگاه میکنن
در وهله اول براشون یک مسئله سختی هست درکش، چون اصلا همچین چیزی رو مشابهش رو ندارن. در وهله دوم مسیحیانی هم که ایمان مسیحی دارن، در وهله اول از افرادی از این ادیان ایمان میارن به عیسی مسیح، بنابراین برای اونها هم حالا درک همچین حقیقتی هنوز جا نیفتاده. ادوین جان به درستی اشاره کرد که خیلی مسئله عمیقیه و هرچی بیشتر میشکافیم بیشتر میبینیم که چقدر هنوز درک ما محدود هست. اما در کنار این مسئله که این راز هست و واقعا درکش برای من نوعی، انسان نوعی محدود هست، ولی در کنارش کلام خدا این رو اعلام میکنه. این یک حقیقتی هست که به یک شکلی ایمان ما، نجات ما بر اون بنا شده. ما توی کلام خدا میبینیم که چطور پیشگویی های عهد عتیق و عهد جدید، وقتی که صحبت از آمدن مسیح میکنه، صحبت از آمدن از مریم باکره میکنه، به چه شکل این صحبت ها به یک حقیقت به عنوان یک اتفاق تاریخی داره داده میشه که این اتفاق افتاده و انجام شده. حالا شاید ما در درکش محدود باشیم، اما این اتفاق افتاده و کلام خدا صراحتا داره اینو اعلام میکنه. حالا اینکه این خدا به تجسم در انسان در عیسی مسیح اومد، چقدر حالا صحبت واقعا وجود خداست در عیسی مسیح یا فقط انسان خداست که جسم انسانی پوشیده، انسانه که روح خدا بروست، نه هر دو ذات رو داره، این به چه شکل هست، خود بیشتر صحبت خواهیم کرد در خصوصش امروز. اما این حقیقت که خدا در واقع عیسی مسیح تجسم خدا هست و 100% خدا و 100% انسانه، گفته کلام خداست به شکل‌های مختلف از عهد عتیق گرفته تا عهد جدید. پس ما با یه واقعیتی روبرو هستیم، با یه واقعیت تاریخی، با یه واقعیت کتاب مقدسی، و حالا داریم سعی می‌کنیم این رو بفهمیم. اهمیتی که داریم تو این برنامه صحبت می‌کنیم به خاطر ایام کریسمس و همینطور به خاطر اساسی و محوری بودن این باور در ایمان نجات ما هست. حالا بیشتر بعداً صحبت خواهیم کرد که چرا اصلا بحث تجسم مربوط میشه به بخش‌های مهم ایمان مسیحی و چرا ما امروز رو انتخاب کردیم تا خیلی عمیق‌تر، به جای خیلی بشارتی‌تر و فقط اعلام این حقیقت، یه خود متفکرانه‌تر به این نگاه بکنیم. اما بعد رو بدونیم که کتاب مقدس رو به یک عنوان واقعیت داده، یک واقعه تاریخی هست و این اتفاق افتاده. حالا باید شروع کنیم ببینیم چطور میتونیم یک همچین درک درستی رو داشته باشیم.